سلام به بینندگان تلویزیون برابری. ما در واقع در این هفته بحث هفته قبل رو ادامه میدیم. من در هفته قبل گفتم که بحث این هفته از سال 1920 تا 1945 یعنی ادامه جنگ جهانی دوم خواهد بود. ولی وقتی داشتم بحث رو تنظیم میکردم دیدم که خیلی طولانیه، بنابراین دو قسمتش کردم. یک قسمت بحث مربوط میشه به بعد از امضای پیمان ورساب و به طور خاص به دهه 20 و بخش‌هایی از دهه 30 قرن 20 میپردازه و جنگ و نتایجش رو در جلسه بعد بحث میکنیم. منظورم جنگ جهانی دومه. همونطوری که گفتیم پیمان ورسای در واقع یک شرایط بسیار تحقیر کننده ای رو به آلمان تحمیل کرد. آلزاس و لورنو از آلمان گرفت به فرانسه داد. یک سری غرامت های جنگی رو به آلمان تحمیل کرد دراز مدت که البته آلمان اونها رو نپرداخت و بعدا قرار شد که آلمان اصلا نیروی هوایی و دریایی نداشته باشه و ارتش زمینیش هم بیش از 100 هزار نفر نباشه. در کنار این ما انقلابات رو داشتیم. انقلاب روسیه رو داشتیم که پیروز شد، انقلابات مجارستان، فنلاند و آلمان شکست خورد. و به این ترتیب ما وارد چی میشیم؟ دهه دوم قرن بیستم میشیم و در این دهه در واقع همونطوری که قبلا گفتم آمریکا چی میشه؟ میشه نیروی اصلی صنعتی، مالی و حتی نظامی جهان. در عمل داره میره به سمت اینکه هژمونیشو بر دنیای سرمایه‌داری برقرار کنه ولی هنوز برقرار نکرده. ولی علی‌رغم این آمریکا در واقع شیوه توسعه‌اش به عنوان یک شیوه توسعه جدید، نوآور و قدرتمند در سراسر جهان به رسمیت شناخته شده. اگر یادتون باشه قبلا من بین شیوه تولید و شیوه توسعه تفاوت گذاشتم. در رابطه با سرمایه داری، شیوه تولید دلالت بر تولید ارزش اضافه داره. سرمایه کارگر و نیروی کار رو به کار میگیره در پروسه تولید و از طریق کار چکار میکنه؟ ارزش اضافه از کارگر بیرون میکشه. این شیوه تولیده. ولی شیوه توسعه نوع سازماندهی تولید و توزیع و کل جامعه است. و آمریکایی‌ها در واقع نماینده شیوه توسعه جدیدن که همون شیوه توسعه انحصاری و سرمایه‌داریه. اگر یادتون باشه من گفتم که در دوره رقابت آزاد در واقع کارخونه دست خود خانواده سرمایه داره و خود خانواده سرمایه دار کارخونه رو میچرخونه. ولی دوره امپریالیستی که سرمایه داری آمریکا اونو به نحو مطلوب و احسنی نمایندگی میکنه، شرکت سهامی با کورپوراسیون ها جای چی رو میگیرن؟ جای شرکت خانوادگی رو میگیرن و دیگه مدیریت کارخونه دست صاحبان کارخونه ها و کورپوراسیون ها نیست. دست یه مدیرانی هستن که این مدیران به نیابت از صاحبان سهام اینا رو اداره میکنن و در واقع بین مالکیت و مدیریت یه جدایی اتفاق میفته که این جدایی تا در تمام قرن ادامه داره، کما اینکه در دهه 60 قرن 20 پل باران و پل سویزی یک کتاب بسیار مشهور رو به اسم سرمایه انحصاری می نویسن و یکی از تزهای اساسی رو که در اونجا مطرح می کنن جدایی مالکیت و مدیریت در بنگاه های بزرگ سرمایه داری.
خب این یکی از مشخصه های اساسی سرمایه داریه. دومین مشخصه این شیوه توسعه آمریکایی اینه که در این دوره صنعت بزرگ به طور واقعی گسترش پیدا میکنه و انواع و اقسام کارهای پیشوری رو به کنار میزنه. اگر شما یادتون باشه ما در بحثی که در رابطه با تولید ارزش اضافه نسبی در بخش اول سرمایه کردیم، سه شیوه رو برای توسعه برای تولید ارزش اضافه نسبی ذکر کردیم. یکی همکاری ساده بود، این بود که سرمایه دار یک سری کارگرایی رو که همه کارهای پیشورانه یکسانی رو میکردن زیر یه سقف گیر می آورد. مرحله دوم مرحله مانوفاکتوری بود که یک تقسیم کار فنی بر مبنای در واقع تولید پیشوری تو کارگاه ایجاد می شد. و سومی چی بود؟ صنعت بزرگ بود، صنعت کارخونگی بود. و در اونجا مارکس به طور کامل و مشروع در واقع صنعت کارخونگی رو توضیح میده. ولی اون چیزهایی که مارکس اونجا توضیح میده و بسیار عالیه، بسیاریش نتیجه در واقع تفکر خودشه، تخیل عظیم منطقیشه. اون چیزهایی که در اونجا مارکس طرح میکنه و بحث میکنه در مورد صنعت بزرگ هنوز به طور نطفه‌ای در به وجود اومدن در زمان خودش، هنوز به طور کامل نشونه‌ها پیدا نکردن، گسترش پیدا نکردن، ارتشاف پیدا نکردن. اینها در زمان در واقع هژمونی سرمایه‌داری آمریکاست که در واقع این انکشاف پیدا میکنه. و مشخصه این انکشاف دو تا چیزه، یکی صنعت بسیار بزرگ، کارخانه‌های بسیار بسیار عظیمیه، تمرکز بسیار عظیم سرمایه است، و دومی تقسیم فنی کاره. و در این رابطه یک شیوه مدیریت جدیدی مطرح میشه که ما قبلا هم بهش اشاره کردیم و اون چیه؟ مدیریت علمیه. و اساساً تئوریسین و بنیانگذار این مدیریت علمی یک مهندسی به نام فردریک تیلوره و این شیوه به اسم تیلوریسم در واقع مشهور شده. و این تیلوریسم رو البته مارکس پیش بینی میکنه در همون تقسیم فنی کار. مارکس توضیح داد که در مانوفاکتور کل پروسه کار چیکار میشه؟ تقسیم میشه به لحظات اساسیش و هر کارگر در یک لحظه متخصص میشه. بعد وقتی که ماشین به وجود میاد، ماشین ها هستند که در این لحظات متخصص میشن و کارگرها زواید ماشین ها میشن. حالا تئوریسم چطوریه؟ تئوریسم بازم کارو باز تقسیم میکنه. اونقدر کارو تقسیم میکنه که کار کارگر یک کار بسیار ساده ای میشه. این یه وجهشه. تقسیم حد اکثر کار، ساده کردن حد اکثر کار. وجه دومش اینه که تئوریسم کارگر رو طوری سازمان میده و طوری اینو در واقع تحت کنترلش در میاره در پروسه تولید که در زمان معینی بیشترین کار رو از این چکار کنه؟ استخراج کنه. اول به اصطلاح آزمایشگاه، اینا اینقدر تمرین میکنن سر اون وظیفه یا تو اون تقسیم کار و کارگر رو زمان میگیرن که این چقدر طول میکشه که این کارگر این وظیفه رو انجام بده، این وظیفه مشخص رو، این وظیفه ساده رو، و اونقدر این زمان رو بالا میبرن تا اون حدی که ممکنه. و بعد اینو میارن چکار میکنن؟ در پروسه تولید پیادهش میکنن. یعنی شما یه کارخونه بسیار عظیمی داره، یه تولید بسیار عظیمی هست که در اونجا چی میشه؟ کارگرها در کنار ماشینا در نقاط مختلف این پروسه تولید مستقرن و کاری که کارگرها انجام میدن کارگرها کارهای بسیار ساده ای هن. اینها رو مجبور میکنن که بیشترین کار رو بکنن در زمان و در مدت کار کمترین مدت استراحت رو بهشون میدن. مثلا میرن نهار میخورن ولی در مدت بعدی اینها باید به سرعت چی بشن؟ کار کنن و با سرعت یکسانی در نقاط مختلف کار کنن، چون کار هر یکی به دیگری وابسته است و
و تصمیم نقاله بعدی که وجود بیاد نتیجه اینه. و شما اگه نگاه بکنین فیلم چارلی چاپلین رو دیدی باشین، دنیای مدرن یا دنیای نو، در اونجا به نحو طنزآمیزی این پروسه رو نشون میده. این چیه؟ این تیلوریسم یک وجهشه. وجه دیگری از در واقع نوآوری سرمایه‌داری آمریکا چی؟ فوردیزمه، که در واقع این رو فورد که یک سرمایه داره ابداعش میکنه، کارخونه اتومبیل سازی رو تأسیس میکنه. در اونجا در واقع به کارگرها مزدهای نسبتاً بالایی میده و اشتغال دائمی، ولی در این حال کارگر باید خودشو به کارخونه متعلق بدونه و بیشترین کار رو برای این بکنه که کارخونه چی بشه؟ سودآور بشه و باروری کار بره بالا. و این هم یه موفقیتیه. حالا در واقع این یه مدلی میشه برای توسعه صنعتی در تمام قرن، در واقع در تمام قرن و حتی در شوروی. خود لنین وقتی در مورد انضباط کارگری و ایجاد تولید مدرن سوسیالیستی صحبت میکنه، میگه ما باید از آمریکایی ها و شیوه مدیریت آمریکایی بیاموزیم، که البته این قابل انتقاده و خیلی ها انتقادم کردن. من به این بر نمیگردم در اینجا که چه انتقاداتی به لنین وارده، تا چه حد لنین حق داشت اینو مطرح بکنه، اونم در شرایط چی؟ روسیه. تروسکی هم این تیپیه. در واقع تروسکی بعد از اینکه جنگ داخلی تمام میشه در روسیه، مسئله صنعتی کردن روسیه و ساختمان سوسیالیسم مسئله اساسی میشه. تروسکی یک طرح ویژه رو داره، میگه که منو در واقع وزیر صنایع بکنیم، و طرحش این تیپیه که ما تمام صنایع رو چکار میکنیم؟ نظامی میکنیم و من از متخصصین رو در اونجا به کار میگیرم و به سرعت که صنعت بزرگ رو در روسیه ایجاد میکنیم بر مبنای همون مدل آمریکایی. که البته خب این یه نظامیگریه. در واقع مدلی رو که تروسکی در اینجا مطرح میکنه از همون جنگ داخلی گرفته. در واقع ارتش سرخ رو تروسکی درست میکنه. میگن که ارتش سرخ 5 میلیون نفر عضو داشت، ولی 50,000 نفر از اینا چی بودن؟ افسرهای تزاری بودن که به جنگ داخلی پیوسته بودن و در طرف بلشویک ها بودن. و خب همین مدل رو میخواد اونجا پیاده کنه که لنین باش مخالفت میکنه. و اساسا پیشنهاد تروسکی برای اینکه اتحادیه ها رو هم بر مبنای نظامی و ارتشی در واقع سازمان بدیم بر این مبناست. خب تا اینجا آمریکا بزرگترین قدرت صنعتی دنیاست و شیوه صنعتی یا شیوه توسعهش اساساً یه مدل عمومی برای تمام جهان میشه و حتی بولشویک‌ها هم بهش روی خوش نشون میدن. و اساساً بعداً که استالین صنعتی میکنه روسیه رو در دهه 30، تا مقدار زیادی از شیوه توسعه آمریکایی در سازماندهی کار در کارخانه ها و مؤسسات تولید استفاده میکنه، که ما به این بعداً میپردازیم. این یک طرف قضیه است، برآمد آمریکاست. دومین نکته ای رو که ما در اینجا باید بهش برخورد بکنیم در دهه‌های 20 و 30، گسترش و برآمد جنبش انقلابیه. درسته که انقلاب در اروپا شکست میخوره و بعد از 1922 به بعد در واقع جنبش انقلابی که در اروپا به خاطر مخالفت با جنگ و تحت الهام انقلاب اکتبر در واقع نوز گرفته بود خاموش میشه، ولی با این همه انقلاب اکتبر و این جنبش انقلابی تأثیرات اساسی رو در اروپا به جا میگذارن. این تأثیرات یکیش برآمد سوسیال دموکراسیه، یعنی در همون نیمه اول دهه 20
در بعضی از کشورهای در اروپایی مثل فنلاند، سوئد و آلمان سوسیال دموکراسی رو کار میاد و سوسیال دموکراسی شروع میکنه به چی؟ یه سری رفرمایی. در واقع این رفرمایی که سوسیال دموکراسی میکنه و خود برآمد سوسیال دموکراسی در حکومت نتیجه فرعی انقلاب اکتبر، یه رادیکالیزم اساسی در مخالفت با جنگ صورت میگیره در اروپای غربی و خود این رادیکالیزم یکی از عواملیه که جنگ رو چی به پایان میرسونه و یکی از عواملیه که اساساً مانع میشه امپریالیستا چیکار کنن، برن شوروی رو خفه کنن. ولی یک وجهش برآمد سوسیال دموکراسیه که این رفرمیست میخواد با نفوذ بیشتر بولشویسم تو اروپا مخالفت کنه، ولی علی‌رغم این بولشویسم تو خود اروپا هم رشد پیدا میکنه. در واقع انترناسیونال سوم که تأسیس میشه صاحب نفوذ بسیار زیادی در اروپا میشه، احزاب کمونیست و در سراسر اروپا شروع به شکل گرفتن میکنن، ولی در کنار این جنبش انقلابی در سراسر جهان رشد میکنه و به خصوص در کشورهای جهان سوم و مرکز ثقلش کجاست؟ جنبش انقلابی تو چینه. خب چین یک چیز جای بسیار عظیمیه طبق نظراتی که همون موقع داده شد، یعنی در واقع چین از یک طرف مورد توجه همه کشورهای امپریالیستیه، یک تومه بزرگیه، یعنی هر کس که چین رو به دست بیاره برنده است، و از طرف دیگه چین هم یه سنگر بزرگی برای انقلابه، یعنی یه چین انقلاب در اونجا بشه و میشد در کنار روسیه انقلابی یک سنگر بسیار عظیمی برای چی؟ برای انقلاب میشد، یک کشوری با جمعیت عظیمی بود و با یه در یک سرزمین ویژه‌ای و تاریخ کهنی. و انقلاب چین در سال 2011 شروع میشه، سیستم امپراتوری سرنگون میشه، یک دوران بلبشو هست و در 1920 کومینتان و حزب کمونیست جدید و تأسیس اینها از جنوب از کانتون شروع میکنن به لشکرکشی به سمت شمال که این در واقع راهزنهای جنگی و فودال ها رو اینا رو سرکوب کنن و یک دولت ملی چین رو ایجاد کنن و اتفاقا تا حد بسیار زیادی هم موفق میشن، تا اینکه در سال 1927 کومینتان حمله میکنه به حزب کمونیست چین و کمونیست ها رو قتل عام میکنه و در واقع بینشون افتراق میفته. ولی تا همینجا اگر در نظر بگیریم حزب کمونیست چین در واقع گام های بسیار بلندی رو برمیداره. از سال 1920 تا 1927 حزب کمونیست چین اساساً یک حزب شهری و کارگریه، یعنی در چین در شهرهای ساحلی اسمش کانتون، شانگهای و بعضی از شهرهای مرکزی مثل پکین، چانگشای و نانکین یک طبقه کارگر قابل ملاحظه مدرنی وجود داره که اینها تماماً میرن پشت حزب کمونیست چین. یعنی در 1927 3 میلیون کارگر متشکل در اتحادیه‌ها پشت سر حزب کمونیست چین. و خب بعد از این خب حزب کمونیست وقتی درگیر میشه با کومینتان مجبور میشه که به روسها عقب نشینی کنه و اون داستان دیگریه که من الان بهش نمیپردازم. در هر صورت چین یک نمونه چی کاملتر جنبش هایی که در سراسر در واقع دنیا و از اون جمله در خود ایران ما هم بر علیه امپریالیسم و در اتحاد با اتحاد شوروی و توسط کومینتان به راه میفته. البته اینا خب اشکالات و ضعف‌های متعددی رو داره و در هر کشوری و هر جایی یک تاریخ ویژه و ضعف‌های ویژه و قوت‌های ویژه خودشون رو دارن که ما به اینجا با آنها نمی‌پردازیم، ولی اون چیزی که مهمه اینه که در اینجا در واقع قرن بیستم از یک طرف قرن آمریکاست ولی از طرف دیگه قرن انقلاباته، قرن انقلابات سوسیالیستی و ضد امپریالیستیه و هر دوی این پروسه ها در واقع در دهه دوم قرن بیستم
وجود دارن و کومینتر در واقع رهبر جنبش انقلابی بین المللیه. این یک فاکتور و فاکتور دومه. در کنار آمریکا ما یه فاکتوری رو داریم که فاکتور چیه؟ در واقع جنبش انقلابیه که در حال رشد، در حال یارگیریه و اساساً در کنار تلاش آمریکا برای برقراری هژمونی خودش، این جنبش برانه که سلطه سرمایه‌داری به امپریالیسم رو در سراسر جهان سرنگون کنه. ما دو تا آلترناتیو داریم. و ما میریم سر یک فاکتور دیگه این دوره. یک فاکتور دیگه این دوره خود اتحاد جماهیر شورویه. اتحاد جماهیر شوروی بعد از پایان جنگ داخلی در واقع مسئله اساسیش ساختار اقتصادیشه. اقتصاد در واقع که اقتصادی رو که شوروی داره یه اقتصاد ویرانیه که محصول جنگ جهانی اول از یک سو و جنگ داخلی از سوی دیگه و اساساً تولید در قسمت‌های مختلف صنعتی و کشاورزی زیر چیه؟ 1913 است. و در اینجا خب این که شوروی چطوری صنعتی بشه؟ اختلافات وسیع رو وجود داره. زمینه این اختلافات اینه که بعد از جنگ داخلی در واقع لنین اینا یه عقب نشینی میکنن، یه امتیازاتی رو به کولاکا در روستاها میدن و به سرمایه داری و در واقع همون نپ یعنی سیاست جدید اقتصادی در شوروی برقرار میشه که به بازار و تولید کالا یک میدانی میده و در طبق نظراتی که اون موقع خود بلشویک‌ها داشتن در واقع دو تا شیوه تولید در کنار هم هستن. یک شیوه تولید سوسیالیستی که تحت تملک دولته و در کنار اون یک شیوه چی سرمایه‌داری که در روستاها هست و اینا با هم مبادله میکنن. بحث در این بود که الان چیکار کنیم، بحث دراز مدت ما چیه. و در اونجا خب اختلافاتی وجود داشت و خطوط مختلفی، اول بین تروسکی و بخارین که بخارین استالین طرف بخارین رو میگیره و بعداً بین بخارین و استالین که ما به اینها نمیپردازیم، ولی اساساً دولت شوروی در اونجا یکی از واقعیت‌های اساسی این دهه است. و مسئله‌ای که در اینجا واقعا مهمه اینه که این دولت در این دهه اول هنوز مطمئن نیست که میتونه دوام بیاره. مطمئنه که دوام بیاره ولی 100% نیست این اطمینانش. از طرفی دیگه امپریالیست ها به خصوص امپریالیسم انگلیس، اینها درسته که تحت فشار جنبش کارگری در اروپا و شرایط بعد از جنگ اومدن از شوروی بیرون، ولی کماکان پروژه از بین بردن در واقع شوروی کماکان تو چیه؟ تو کلشونه. این یک پروسه دیگریه که بعداً شوروی در واقع صنعتی میکنه، کشاورزی رو جمعی میکنه و دست به یک برنامه عظیم صنعتی شدن میزنه. این یه فاکتوری دیگه. فاکتور چهارم این دوره در واقع سرنوشت آلمانه، که البته سرنوشت آلمان رو من قبل از اینکه به سرنوشت آلمان رو بپردازم، وضعیت آلمان، به یه فاکتور دیگه این دوره میپردازم و اون فاکتور چیه؟ شرایط اقتصادیه. شرایط اقتصادی این دوران بسیار ویژه است. مهمترین ویژگیش همون برآمد آمریکاست، ولی علارغم برآمد آمریکا جهانی شدن کماکان انقباض پیدا میکنه. اگر شما یادتون باشه من گفتم که در دوره هژمونی انگلیس و سرمایه رقابتی جهانی شدن در واقع گرایش عمومی سرمایه داری بود و بعد گفتم با پیدایش انحصارات و جنگ بین کشورهای رقابت بین کشورهای مختلف
در واقع یک نوع مانعی ضد جریانی در مقابل این جهانی شدن ایجاد شد که همینطوری اوج گرفت و در زمانی که جنگ شد این پروسه جهانی شدن چی شد؟ کما بیش متوقف شد و بعد از جنگ پروسه از سر گرفته شد. با اینکه این پروسه از سر گرفته شد ولی جهانی شدن با موانع اساسی روبرو بود و مشخصهای اساسی جهانی شدن را اگه ما در نظر بگیریم در این دوره و در دوره قبل از جنگ، مثلا مهاجرت به آمریکا 5-6 برابر در 15 سال قبل از جنگ، مهاجرت به آمریکا و اروپا در واقع چیه؟ 5-6 برابر مهاجرت در 15 سال بعد از جنگ. یعنی در واقع مانع چی؟ مهاجرت یعنی چی؟ یعنی حرکت نیروی کار. دیگری چیه؟ تجارت. در واقع تجارت بین المللی شروع میشه و به خصوص چون دولت‌های تازه‌ای ایجاد شد در جاهای مختلف، تجارت بین المللی گسترش پیدا میکنه. ولی کماکان در واقع پروتکشنیسم، یعنی محافظت از کالاهای درونی و در واقع تعرفه های سنگین گذاشتن برای کالاهای کشورهای دیگه، ادامه پیدا میکنه. و یک دلیل این که در واقع تجارت بین المللی که شاخص بسیار مهم جهانی شدنه گسترش پیدا نمیکنه، وضعیت خاص آمریکاست. آمریکا همچنان منابع عظیم داخلی رو داشت که تقریبا خودکفا بود و خود این خودکفایی آمریکا که در واقع موتور سرمایه‌داری جهانی باید می بود، یک خودش که مانعی در مقابل گسترش تجارت جهانیه و به همین دلیل پروسه گلوبالایزیسیون چیه؟ خیلی کنده و اساساً اون رقابت‌های امپریالیستی که موجب پیدایش جنگ جهانی اول شد کماکان اونجاست و یه مقدار کنتر و ادامه داره. خب در یک مؤلفه دیگه ای که در رابطه با وضعیت اقتصادی این دوره باید توصیف کرد اینه که آلمان بعد از پیمان ورسای تا سال 1923 دوچار یک وضعیت بسیار وحشتناک اقتصادی میشه. تورم میره بسیار بالا، ارزش پولش بسیار میاد پایین و این تأثیر میذاره تو تمام کشورهای دیگه مثل اتریش، لهستان و غیره. و این تورمی که به این شکل به وجود میاد به نحوی چی میشه؟ پایه اقتصادی میشه برای شکل‌گیری نازیسم. یعنی نیکوس پولانزاس که این رو خوب توضیح میده، البته من کتابش رو خیلی وقت پیش خوندم، یکی از فاکتورهای برآمد نازیسم همین چی؟ همین تورم و ورشکستگی طبقه متوسط و خورده بورژواهاست. و خب اینها خشمگین میشن، ولی در کنار این چیه؟ شکست انقلاب سوسیالیستی در آلمان فاکتوری دیگه شد. یعنی تو آلمان یک وضعیت نارضایتی بسیار وحشتناکی به وجود میاد و چون طبقه کارگر و انقلاب سوسیالیستی در آلمان شکست خورده و حزب کمونیست آلمانی که به وجود اومده نمیتونه در واقع هژمونی رو به دست بگیره، این نارضایتی در واقع پایه‌ای میشه برای رشد چی؟ نازیسم. که بعداً ما به این میپردازیم وقتی بخوایم به جنگ جهانی دوم بپردازیم، به پروسه تکوین نازیسم و در واقع عملیاتش در جنگ جهانی دوم خواهیم پرداخت. و اما آخرین نکته‌ای که در رابطه با وضعیت اقتصادی این دوره اساسیه و شاید یکی از اساسی ترینشون باشه، بحران اقتصادیه که در از سال 1929 تا 1931 در واقع سراسر جهان رو در می نورده. بحران در آمریکا شروع میشه با سقوط بورس و این در 29 اکتبر 1929 صورت میگیره. یه دفعه بورس سقوط پیدا میکنه و با سقوط بورس در واقع بخش های
وسیع و عمده از اقتصاد آمریکا دچار چی؟ بحران میشن. بهتر بگم در واقع دچار بحران بودن و سقوط بورس نشانه این بود که در قسمت هایی که ارزش اضافه تولید میشد سوداوری سقوط پیدا کرده بود و من قبلا اینو توضیح دادم به نقل از مارکس که بحران ها ظاهرا به صورت بحران های مالی شروع میشن. بحران و همین در رابطه با بحران 2007-2008 هم صدق میکرد. یه دفعه بانک ها دچار مسئله میشن، بازار بورس دچار مسئله میشه، ولی مارکس توضیح میده که این چیزی که در دنیای مالی اتفاق میفته انعکاسی از آنچه که در حوزه تولید اتفاق میفته. در اونجا سوداوری کم میشه در شاخه‌های تولید و اون کارخونه ها و مؤسسات قادر نیستن که وام ها و بهره وام های خودشون رو بپردازن. این در واقع نوعی شک و تردید رو وجود میاره در محافل پولی و مالی و همه حدس میزنن که این بحرانی که در این شوخی تولید وجود اومده فراگیر میشه و هر کی به پول خودش میچسبه و اساسا قرض داده نمیشه، چون از این میترسن که ممکنه یکی کالاشو نتونه بفروشه و به تاجر قرض نمیدم، به کارخونه دار قرض نمیدم، میگن که این اساسا ممکنه دچار بحران بشه. و به این ترتیب بحران نمودش در حوزه مالیه در یک جای دیگه شروع شده. ولی وقتی در حوزه مالی و بورس عمل میکنه و بورس سقوط میکنه، اون وقت گوشی دست همه میاد، همه متوجه میشن که بحرانه و همه به پولشون میچسبن، سرمایه گذاری نمیکنن و بحران فراگیر میشه و عمیق‌تر میشه. و این چیزیه که بعد از 1929 تا سال 1331 اتفاق میفته و واقعا اولین بحران اساسی جهانیه. و دلیلش یه دلیلش هم چیه؟ اهمیت و وزنیه که اقتصاد آمریکا در سراسر جهان داره. ما گفتیم که در این دوره گلوبالیزیشن یه مقدار منقبض شده بود، ولی علیرغم این انقباض آمریکا اونچنان وضعی رو داره که در واقع این بحران تاثیر اساسی رو بر همه جهان میگذاره. و در اینجا چی میشه؟ در نتیجه این بحرانی که اتفاق میفته اساساً یک سیاست نوین اقتصادی که در واقع شروع شده در زمان همون قبل از جنگ. من اگه یادتون باشه گفتم که یکی از خصوصیات سرمایه‌داری انحصاری یا سرمایه انحصاری اینه که چکار میکنه؟ با دولت‌ها متحد میشه و در واقع دولت‌ها در اقتصاد دخالت میکنن و نقشه چی میشه؟ یک مسئله مهمی در سازماندهی تولید میشه. کارتل ها با هم متحد میشن، نقشه میریزن که قیمت ها رو چطوری تنظیم کنن، تراست ها برای اینکه با هم متحدن تقسیم کار میکنن، یه بخش های وسیع تولید رو دو دست خودشون میگیرن و سعی میکنن که چطوری به طور مالی و نقشه بریزن، چطوری چه چیزهایی تولید کنن. نقشه یکی از مسائل اساسی چی میشه؟ تولید میشه و دخالت دولت در تولید به اصل تبدیل میشه. و این همون چیزیه که در واقع این سیاست اقتصادی رو در واقع دولت ها چکار میکنن؟ اعمال میکنن برای اینکه از بحران در بیان و دوباره اقتصاد رو روبرا کنن و رشد اقتصادی رو تامین کنن. و این سیاست های اقتصادی عملی رو که دولت ها و انحصارات بزرگ بهش دست زدن و در اتحاد با هم میخوام این کارو بکنن، این در واقع تئوریزی میشه در تئوری های چی؟ کنز. و اساسا اون سیاست اقتصادی که به عنوان کنزیانیسم یا کنزیسم اصلا مطرح شده و معروف شده اینطوری نبوده که اول کنز تو دانشگاه این تئوری ها رو ریخته و بعد سیاستمدارا و سرمایه‌دارا اومدن این تئوری‌ها رو قبول کردن، بر مبنای تئوری‌های کنز یه مدل اقتصادی ریختن. البته کنز این تئوری‌های خودش رو اونجا مطرح کرده بود، تئوری‌ها تو دانشگاه‌ها بود، ولی وقتی خود سرمایه‌داری و دولت، سرمایه‌داری بزرگ انحصاری و دولت دچار بحران میشن و اساساً رهایی از بحران مستلزم دخالت دولت و ایجاد در واقع تقاضا، سرمایه‌گذاری بسیار بزرگ دولتی میشه،
اون وقت خب اینا به این سیاست اقتصادی رو میارن برای توجیه و فرموله کردن و بهتر در واقع و شسته رفته کردن این سیاست به تئوری کنز هم چی میشن؟ متوصل میشن که یکی از نتیجه های در واقع سیاست های اقتصادی این دوره اینه که کنز و خود دولت ها سعی میکنن که نفوذ بانک ها رو کمتر کنن. اگه شما یادتون باشه من سرمایه صنعتی رو صحبت کردم در زمان دوره رقابتی، سرمایه بانکی رو صحبت کردم و گفتم که اینا دوتا پدیده متفاوت و مرتبط به هم هم، ولی در دوره سرمایه انحصاری از سرمایه مالی صحبت کردم و ادغام سرمایه صنعتی و سرمایه بانکی که میشه سرمایه مالی و در واقع بانک‌های بزرگ یک قدرت بسیار بزرگی رو داشتن و در این دوره در واقع در سیاست کنزی یک نوع گرایشی علیه بانک‌ها ایجاد میشه، سلطه بانک‌ها بر صنعت. در واقع این گرایشی که ایجاد میشه سلطه بانک‌ها بر صنعت رو منحل نمی‌کنن ولی سعی می‌کنن ضعیفش کنن، یعنی در واقع نقشه و دخالت دولت برای به اصطلاح توسعه یک چیز میشه، یه اصل اساسی در واقع این دوره سرمایه‌داری میشه که در سال که تا سال 1980 که دوره نیولیبرالیزم این مدل ادامه داره. این مدل رو میگن مدل دولت توسعه که این دولت میاد چیکار میکنه در اقتصاد دخالت میکنه و همراه صنایع بسیار بزرگ چیکار میکنه رشد اقتصادی رو فراهم میکنه که بعداً این مدل فراگیر میشه، یعنی در تمام کشورهای جهان سوم هم از این مدل دولت توسعه استفاده میکنن. یعنی دولت چی میشه؟ دولت و برنامه ریزی یکی از اهرمای اساسی توسعه و سیاست اقتصادی میشه. مثلا تو خود ایران ما برنامه داشتیم، برنامه نمیدونم 5 سال اول دوم، حالا دقیقاً یادم نیست اینا برنامه 5 ساله بود یا چند ساله بود، ولی در هر صورت برنامه داشتیم. حالا در همین رابطه اگه در نظر بگیریم یک پدیده دیگری هست که بسیار به طور مکفی‌تر و قدرتمندتری نماینده این مدله و اون هم چیه؟ اتحاد جماهیر شوروی. یعنی اتحاد جماهیر شوروی درست در همون موقعی که بحران سراسر جامعه سرمایه‌داری رو در بر می‌نورده، بعد از برنامه‌های در موقع اولش و دومش یک رشد اقتصادی عظیمی رو داره و این رشد اقتصادی نتیجه چیه؟ نتیجه دخالت دولت و برنامه ریزی به مقیاس بسیار وسیع‌تر، عمیق‌تر و کاملتری از اون برنامه ریزیه که در واقع سیاست کنزی پیشنهاد میکنه. و به این شکل وقتی که ما نگاه میکنیم در واقع برنامه ریزی و دخالت دولت در اقتصاد یک در پارادایم جدیدی میشه و در رابطه با اینه که در سال 1943 کارل پولانی یک کتابی رو می‌نویسه به اسم چی؟ به اسم The Great Transformation، گذار بزرگ. و صحبتش اینه که اون دوره در واقع سرمایه‌داری رقابتی لیبرالی دوران انگلیس یک دوران کوتاهی بود و ما بعد از جنگ وارد یک دوران دیگه شدیم که اساساً بازار و پول و زمین اینها باید ازشون کالازدایی بشه و همه تحت چی؟ برنامه که توسط دولت تنظیم میشه گردش و حرکتشون تنظیم بشه. فکر کنم تا همینجا کافیه. هفته بعد برمیگردیم به برآمد نازیسم و تا 1945 جنگ رو بحث میکنیم. درود به شما.